دوباره خوش اومدید. آقای بارکزای، به ادامه صحبت های شما، نظام ریاستی برای افغانستان بهتر است یا اینکه نظام صدارتی؟ ببینید، ما مقایسه نمی کنیم در نظام، به خاطر از اینکه در این مورد که آیا نظام ریاستی برای افغانستان مفید است و یا نظام صدارتی. نامه و آن شالوده توافقنامه سیاسی است، رفتن به طرف نظام صدارتی است. خود نشد، نرفتیم، او خود یک آرمان بود. آره، فعلا حکومت افغانستان نه یک حکومت ریاستی است و نه یک حکومت صدارتی، این حکومت وحدت ملی است. وقتی که ما بحث از منافع ملی و از وحدت ملی میزنیم، این به این مفهوم است که این مفهوم اختلاف نمیته که بین دو جنا اختلافات باشه. شما ببینین، اگر شالودی و یا به قول معروفش امو فشردی اختلاف بین دو شخصیتی که در رأس حکومت وحدت ملی قرار گرفتن، ولو از طرف هر کسی که بود، ولو از طرف امریکا بود، از طرف اتحاد کشورهای اروپایی یا ناتو بودن، یا از طریق هر فشاری که بودن، این دو نفر وقتی که در رأس حکومت آمدن، نتیجه اختلاف یا فشردی اختلاف از اینا را آدم فکر بکنه چی است. اینا با مردم افغانستان این دلیل آورده نمیتونه که ما از حق مردم دفاع میکنیم. شما از حق مردم برای یکی دیگه شمشیر کشتین در داخل ارگ دفاع میکنین، یا از حق مردم دو از اون چیز دفاع میکنین که امروز کشورهای همسایه توسط تبانی و توسط حمایت مخالفین به داخل افغانستان وارد شدن، ولسوالی ها و ولایت ها را سقوط میتن، یا از حق مردم در هلمند و در قندوز و در بغلان و در ننگرهار شما دفاع میکنه؟ با این حساب که شما میگین، مردم افغانستان خود مقصر هستند، با توجه به اینکه اختلافاتی که میان دو رهبر به وجود آمد، تمام مردم افغانستان مثلا بخشی که با تیم اصلاحات همگرایی بودن از دکتر عبدالله حمایت کردند. ببینین، ارزش وحدت ملی و منافع ملی دی نهفته که آرمان یک ملت زعمایش تحقق بده. آرمان ملت افغانستان ای بود که این رهبرای ما هستند، متفکرین ما هستند، علمای ما هستند و کسایی هستند که بالای ملت افغانستان از جغرافی سیاسی افغانستان تجربه دارند و بالای ملت افغانستان مدل های دلسوزی هستند. امروز ببینین، شما امروز شاهد خونریزی با صدها نفر جوانان افغانستان هستین. آیا به خاطر کدام گناه؟ آیا به خاطر کدام دلیل؟ آیا به خاطر کدام ارزش ای جوانان امروز؟ و به خاطر آیا امروز این جوانان که قربانی میتن، به خاطر نتیجهش اینمی است که دو رهبر در داخل ارگ بین خود اختلاف داشته باشن و به مردم از لحاظ از رای مطبوعات بگن که ما از حقوق شما دفاع میکنیم؟ مردم افغانستان دیگه حال مالکیت تصمیم گیری سیاسی خود دارن. آل شعور سیاسی جوانان افغانستان به خصوص در این حد رسیده که تصمیم خود در قبال ارزش ها و منافع از این مملکت بگیرن. ببینین، حکومت وحدت ملی مکلفیت داره، مسئولیت داره و ملزمن باید امی رقم اقدامات بکنه که اینا رهبران باشن که قلب مردم افغانستان علیه حضور از اطمینان داشته باشه، نه اینا رهبرای تحمیلی باشن. ما میگیم که حکومت وحدت ملی وقت داد از ریاست و از صدارت و از یک اراده واحد زده میتونه که این دو نفر به خاطر یک ساعت، به خاطر حفظ آرمان های از مردم مظلوم افغانستان، به خاطر بیوه هایی که در وقت جهاد و مقاومتی که در پیشوی دکتر سیب عبدالله گذشت و به خاطر او محرومیت هایی که دکتر سیب اشرف غنی وزیر مالیه بود و در روند پروسس انتقال بود، به خاطر تمام با در نظر داشت از تمام از این مسائل و با در نظر داشت از این آرمان هایی که ملت مظلوم برای اینا باور کردن و اینمی حکومت تحمیلی را خلاف قانون اساسی، خلاف توقعات مردم، خلاف رأی و قربانی و دست بریدن های مردم وقتی که ایجاد شد، بازم این ملت مظلوم دیگر رأی نداشتن. بدیل از این حکومت بازم امو اختلافات درون مرزی بین اقوام شریف افغانستان، بین سقوط ولایات و بین تذکره ها و بین پاسپورت در داخل افغانستان می شدن. به خاطر در نظر داشتی از اون مسائل، ملت یک بار دیگه هم انعطاف کردن در مقابل بزرگای خود که برو امی حکومت میشه که به خاطر فلاحی از این مردم از افغانستان باشه و به خاطر ملت. در دو سال ما نتیجه برایند کار مثبت حکومت وحدت ملی را خدا شاید است که تعالی را ملت افغانستان لمس نکرده و اگر به این شیوه تداوم پیدا بکنن. ببینین، امی حکومت خو وقتش پوره میشه،
فرض کو که امی حکومت 5 سال دیگه مردم افغانستان خلاف قانون اساسی، خلاف مردم به جبر، زور و اکراه تحمیل کردن بالای خود، بعد از او حداقل دکتر عبدالله من حیث نماینده مجاهدین و دکتر سیب اشرفغنی من حیث یک رئیس جمهور متفکر، دانا و دانشمند در تاریخ افغانستان در کدام صفحه به کدام نام خود اینا درج میخواین که بکنن؟ آیا به زرین و یا به سیاه؟ تشکر. آقای زکی، برخی باورمند هستند که هر ریاست جمهوری به سادگی نمیپذیره خواستای قصر سپیداره و اگر این خواستا را بپذیره ولی ضمانت اجرایی نداره. آیا ریاست اجرایی آنچه که خودشان میگن فریب سیاسی این بار خواهند خورد؟ ببینین، یکی ارگ ریاست جمهوری یک حرف داره، سپیدار دیگه حرف داره، پس معلوم است که از اولی حرفای خود داشتن حرفی از توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی در بین نبوده. چرا ریاست جمهوری حرف خود داشته باشه و چه حق داره ریاست اجرایی حرف خود داشته باشه؟ حرفی از یا حرفی کجا است؟ این حرفا از کجا پیدا شده؟ اگر حرف ملت است، اگر حرف آینده مردم است، حرف سرنوشت است، این اونمو مواد توافق نامه حکومت وحدت ملی است دیگه. ای که اینا حرف دارن خود بالای خود ریزه میکنن، به این معنا که ما با روی تامین حرفهای خود تلاش داریم و قرار معلوم و آنچه که ما تجربه کردیم و لمس کردیم تا به حال حرف اصلی که عملی شدن توافقات ایجاد حکومت وحدت ملی است او در وسط گم شده. این توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی یک ارزش است؟ توافقنامه ایجاد وحدت ملی بله یک ارزش است. ارزشی است که بستر بر قانونمند شدن کشور می سازه، ولی این بستر اینا فراموش کردن، نساختن. دکتر عبدالله میگه ما از آنچه که در متن توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی ذکر شده در واقع عدول نمیکنیم، در واقع خواست از اینا خواست و برحق است. دکتر سیب عبدالله 2 سال است که عدول کرده. دکتر سیب عبدالله، ببینین، دکتر سیب عبدالله وقتی که لازم بود، ببینین، حکومت وحدت ملی 2 سال وقت داشت برای انجام ماموریت های از قبیل اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان. چرا نشد؟ کجا بود دکتر سیب عبدالله؟ دمی مملکت نبود، شریک قدرت نبود، توان نداشت، کجا مفقود بود؟ چرا نشد؟ کجا بود صدایش؟ ما خود نشنیدیم. سخنگوی های هر دو جنا میگفت که در بین ما هیچ اختلافات نیست. اینا به این معنا که توافق کرده بودند که اصلاحات نبیایه. اگر میخواستن دکتر اشرف غنی مخالف بود، دکتر عبدالله موافق می بود در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات، ما شاهد موجودیت اختلافات در مو زمان می بودیم و او اختلافات به نفع ما بود. او اختلافات اگر دکتر اشرف غنی نمیخواست، دکتر عبدالله وادارش میساخت که او عملی میشد به خیر ملت. بعدم انتخابات با وقتش، انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی چرا نشد؟ کجا بود دکتر سیب عبدالله؟ حضور نداشتن. صدها قطع عکس یادگاری بین خودش و رئیس جمهور گرفته شده و برگزاری لوی جرگه و تعیین سرنوشت نظام. بالاخره 2 سال اینا در چانه زنی ها سپری کردن، در دوستی های مجازی سپری کردن، در فریب مردم سپری کردن. حال دیگه وقتش. ما در جریان 2 سال تسهل کردیم به خاطر منافع ملی. ببینید، من یک مسلمان هستم، ماه مبارک رمضان فرض میشه برای روزه گرفتن. من ماه مبارک رمضان روزه ما بخورم با بیایم بعد از این روزه بگیرم؟ گپ دکتر سیب عبدالله این معنا را میده. در رمضان روزه تا بخو، باز بیاد عید بگو چه دلیل است؟ خدا میپذیرش؟ بنده میپذیرش؟ این توجیه نداره. همین که به دکتر عبدالله این توجیه نداره. فقط توجیهش اینمی بود در وقتش. تذکرهای برقی توزیع نشده بود. دکتر سیب اشرف غنی مخالف بود. دونمو زمان استاد میشد. نه با جنگ، نه با سر و صدا. ما با حرکت های سیاسی، حرکت های مدنی در چوکات قوانین نافذه از طریق رسانه ها با منطق، با استدلال، با آرامی، با خونسردی مردم افغانستان را در جریان میگذاشتیم که به اینی دلیل دکتر سیب اشرف غنی نمیخواهد که
تذکرهای برقی توزیع شود. به اینی دلیل نمیخواه انتخابات. در کجا گفت؟ ما خود نشنیدیم. دو سال تیر شده، وقتش گذشت. وقتی که گپت هم مشروعیت داشت گذشت. در وقتش هر سخن جا و هر نکته مکانی داره. نه در وقت سخن در جایش گفته شد، نه در مکانش. حال گفته میشه، حال این دو سال دیگه است. هیکو دو سالی که ما باید ماموریت خود انجام میدادیم و اینی دو سال مصدر خدمت می شدیم، او دو سال هم در چانه زنی تیر شد، این دو سال هم در اختلافات تیر میشه. این مردم برده هستند، این مردم در گروشان است، این مردم در اختطافشان است، این مردم حق هر چنان که بکنن دارن. بالاخره این مسخره است، این تمیز با سخره گرفتن مردم و خواست مردم و سرنوشت مردم است، از انسان هاست، این خلاف هم کرامت انسانی انسان ها عمل کرده است. قوانین در جایش بگذاریم. سپاس آقای بارگزی. دکتر عبدالله گفته بود که ما مردم افغانستان پس از این با چهره جدید ما آشنا خواهند شد یا چهره واقعی خود. دکتر عبدالله در طول دو سال چگونه چهره داشته و حالی با کدام روی کرد میخواه با مردم افغانستان مواجه شد؟ احتمال داره که دکتر سیم عبدالله قیمتترین دریشه را پوشیده بوده در حکومت قبل از دو سال. احتمال داره که بعد از این با لباس یک چیز خاکسارآمیز داخل وارد صحنه شود. دیگه هیچ کدام برنامه نیست که چهره از ایراد تغییر بده. شاید از لحاظ ظاهری در چهرهش و در برنامهش بعضی تغییرات بیاید. ببینین با نمایش یک چهره جدید نمیتونیم که ما ارائه خدمت به خاطر ملتی که برش تعهد دادیم باید بکنیم. چهره جدید گفته بودم گپ قبلی گفته دفاع از حقوق مردم افغانستان. خب این دفاع از حقوق مردم در یک چوکات قانونی میشه، غیر قانونی که برای ارگم خود تحمیل بکنیم و برای از ملت هم. وقتی که اگر ما معتقد به این باشیم من حیث رئیس اجرا و رئیس جمهور که بیرق ما مشترک است، لوگوی ما مشترک است، آرم از کشور مشترک است، سرود ملی از کشور مشترک است، منابعی که در زیر زمین وجود داره ای هم مال مشترک ملت افغانستان است، آبهایی که در این سرزمین سرازیر میشه ای هم مال مشترک از افغانستان است، و سکتورهای امنیتی که در چوکات اردو و پلیس و امنیت است ای هم سرمایه های از این حکومت محسوب میشه، پس ما اختلاف به خاطر تمام مشترکات ما چی است؟ اگر با واقعیت دکتر عبدالله به خاطر حفظ ارزش‌ها و به خاطر دفاع از مردم افغانستان و به خاطر دفاع از ارزش‌های ملی و نوامیس و تأسیسات ملی از کشور به مردم میگه و اگر دروغ نمیگن و اگر ملت فریب نمیتن، پس کنار برن در اپوزیسیون، خود تصمیم خود ملت میگیرنی. پس وقتی که دکتر عبدالله میگه که ما به خاطر خدمت گذاری و حق دفاع از حق مردم در مقابل اشرف غنی استاده شدیم، پس چرا باز خودت میگی که ما اشرف غنی را مشروعیت دادیم و با پای از او سند امضا کردیم؟ یا کسی که امروز در مقابلش خیستی و دفاع حق مردم میکنی، چرا حق مردم علیه از او معامله میکنی؟ ببینین بحث چیزی که میگن اوتو نیست. هر حکومتی که به اساس توافق سیاسی به میان میه و ملت در تعیین از او هیچ نقش نمی داشته باشه، اما حکومت اینمه تو سرکشی را می داشته باشه. شما ببینین، شما ببینین حکومت اردوغان حکومت وحدت ملی ایجاد شد هیچ صدا نکشیدن و یک نوع مشروعیت اجباری به گفته سیاسی دادن به حکومت. یقینا که همتو بود. دکتر عبدالله من حیث کسی که از مرز جغرافی از این کشور و دکتر اشرف غنی خبر هستند و در قبل از هم در ادارات افغانستان، در ادارات معتبر و در ماموریت های بلند و در کابینه افغانستان اردو شخصیت وجود داشت، اردو شخصیت هایی که امروز در رأس حکومت وحدت ملی هستند، اینا اعضای کابینه حکومت و مؤسس و بنیانگذار از این نظام هستند. پس امروز چی چیزی در بین از اینا ناتقسیم مانده که جوانای ما در خطوط جنگ به شهادت میرسن و امروز اینا ما برنامه میگیریم و میزای گرد ایجاد میکنیم که دکتر سیف عبدالله و دکتر سیف اشرف غنی امروز با هم نشست داشتن. ما باید برنامه میداشتیم که دکتر سیف اشرف غنی من حیث رئیس جمهور در اینی تاسیسات اقتصادی از این مملکت اقدام بزرگ کرد و دکتر سیف عبدالله در خط نبرد جنگ در کنار سربازان قهرمان خود من حیث یک مجاهد در حفظ ارزش ها از این مملکت می بودن، باز بعد از اون ملت قضاوت میکرد که بله که شما جبر زمان بود و جبر
استعمار و جبر کشورهای بزرگ بود که برای شما تحمیل کردن، شما واقعا فرزندان راستین از این مملکت هستین و این ملت هم باور می داشت برایتان. وقتی که شما به خاطر حفظ بقای سیاسی خود و خاطر و وقتی که شما به خاطر سهم یک حزب و به خاطر سهم منافع شخصی خود با هم دیگر جدل دارین، این ملت قضاوتش علیه شما چی خواهد بود؟ خب قرار است کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان تشکیل شود و گفتم میشه رفتار دکتر عبدالله در یه آخر به خاطر است که طرفداران جمعیت دوباره پیدا کنه، واقعا چنین است؟ ما در این موضع، در این خصوص ما موضع گیری به خاطر از این میکنم که حزب جمعیت اسلامی افغانستان حتما سخنگوهای خود داشتن و حتما اعضای خود دارن که دفاع بکنن که چی هست. از سوال اینجا بود که دکتر عبدالله به گونه یک رفتار سیاسی تکتیکی کرده که طرفداران خود را حزب جمعیت داشته باشه و اینکه حزب جمعیت به اپوزیسیون سیاسی حکومت تبدیل نشه. ببینین تنها در افغانستان از حفظ و ارزش‌های از این مملکت و از منافع از این مملکت و پاسبان و تکدار مردم افغانستان تنها جمعیت اسلامی نیست که دکتر عبدالله از حضور خود، از دیدن به یک تعداد شخصیت ها باز باج بگیره از حکومت. ببینید اینجا ملت افغانستان است، اعمال فشار بالای حکومت است. خب میشه که او گروه سیاسی ده 30 سال که بالای سرنوشت مردم افغانستان حاکمیت کردن بعد از این هم بکنن، لیکن به این فکر باید زعمای ما نباشن دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی. آل دکتر عبدالله نماینده جمعیت در داخل حکومت من حیث رئیس اجرا نیست. دکتر عبدالله من حیث در شخص دومی که از لحاظ آرا در ردیف دوم یا برنده بگم یا شخص مساوی بگم که دکتر اشرف غنی در این نظام است که تمام مردم افغانستان بالای حق داره. کسایی که در جمعیت ما است، در حزب ما است، در وحدت ما است، در ملت افغانستان ما، کلی ما در حزب ملت افغانستان هستیم که ملت ما کلش یک حزب است. ملت ما مشترکات با هم دارن بسیار نزدیک، ای جغرافیای مشترک، ای بیرق مشترک، ای سرود ملی مشترک، ای ارزش‌های مشترک، ای دین و عقیده مشترک، ای تمامش او مشترکاتی است که ما را در محور یک حفظ ارزش‌های بلندی از این مملکت با هم میشانه. امروز دکتر عبدالله من حیث عامل فشار یا قوی فشار از جمعیت اسلامی همکاری نخواه. امروز دکتر عبدالله و دکتر غنی به خاطر دادن مشروعیت و به خاطر گرفتن مشروعیت خود باید به ملت مراجعه بکنه و رای حلم اینمی است. تا وقتی سوالی نبود که دکتر عبدالله بخواهد از عضو جمعیت همکاری بخواهد، میخواهد که اعمال فشار بکنه. کارکارت های دکتر عبدالله بگونی در دو سال ضعیف بوده و عضو جمعیت خواستار ازی بوده که همیه مشروعیتی که به دکتر عبدالله به عنوان کسایی که رای دادن طرفدارای جمعیت ایر از دکتر عبدالله دوباره سلب کنه و به این خاطر دکتر عبدالله آمد یک رفتار تکتیکی انجام داد تا اینکه بتواند دوباره طرفداران جمعیتی خود با خود داشته باشه. خب این تکتیک باز ما فکر میکنم که یک برخورد دینامیکی یعنی واقعی صورت نگیره، با برخورد تکتیکی بحران افغانستان حل نمیشه. سعیست از این انکار نمیشه که جمعیت اسلامی من حیث بزرگترین حزب یا یکی از احزابی که نقش بارزی در ساختار از این نظام داشته، از این حکومت داشته، از این ما انکار نمیکنیم، لیکن این من حیث قوی عامل فشار بالای حکومت و گرفتن باج سیاسی باید نباشه. حکومت افغانستان این آرمان تمام مردم افغانستان است. حکومت فعلی افغانستان به اساس قربانی تمام فرزندان اقوام افغانستان و تمام مردم افغانستان ایجاد شده و امروزم تمام امتیازات دو نفر بین ایدئولوژی، بین حزب و بین زبان تقسیم کردن، ما فکر میکنم که ملتای افغانستان رو تقسیم میکنن و ملتای افغانستان تقسیم نمیشه. ملتای افغانستان اینقدر وجوهات مشترک داره که در طول 100 سال جبر زمان بالای از اینا با انواع و تکتیک های گوناگون کوشش کردن که اینا را از هم جدا بکنن، متاسفانه که این آرمان را به گور بردن. ما اینجا ارزش های مشترک داریم، ما صدا میکنیم آل هم که رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر گرفتن مشروعیت خود و به خاطر پایان دادن از این تنش موجود و به خاطر مدیریت بحران موجود و یک سال سرتاسری در افغانستان که حد اقل ملت قناعت داشته باشه، باید به ملت
مراجعه بکنه و از ملت و از جوانای خردمند خود که علیه ارزش‌های از مملکت خود متعهد هستند کمک بخواهد. این کار بدی نیست. من فکر میکنم که مشروعیت ملت باز تضمین ملت است. باز او وقتی که ملت در پشت از حکومت باشه، باز هیچ قدرت جهانی و قدرتایی که در منطقه وجود داره باز نمیتونه که ممانعت بکنه در مقابل ترقی حکومت وحدت ملی. آقای زکی، خواست دکتر عبدالله در کل ریاست اجرایی تیم اصلاحات همگرایی، اصلاحات نظام انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی و اینکه تعدیل لوی جرگه قانون اساسی به خاطر تعدیل قانون اساسی به خاطر تغییر نظام، فکر نمیکنین این خواستا معقول باشه و خواسته باشه که خواسته که تمام مردم با آن اشاره میکنه، چنانچه شما هم گفتین جامعه مدنی افغانستان به با این باورمند هستن، و چرا ارگ ریاست جمهوری به این خواست ها پاسخ مثبت نمیده؟ ببینین، ما این خواست ها را معقول میدانم. این خواست های دکتر عبدالله نه که خواست های مردم افغانستان است، خواست های بجا است، ولی زمان این خواست ها گذشته. این خواست ها مدیریت زمانش به دست دکتر عبدالله بود. دکتر سیف عبدالله زمان مدیریت نتانستن. این کارا را کسی باید بکنه؟ این کارا را هم دکتر عبدالله باید بکنه، هم دکتر اشرف غنی بکنه. پس حکومت وحدت ملی حکومت مشترک است. خوب و بد حکومت وحدت ملی برمیگرده بر دو رهبر. امروز قبول داریم که عدم اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی، همون مواردی را که شما یاد کردین، عدم انجامش یا برگزاریش به دوش هر دو رهبر است. اینجا تنها دکتر عبدالله نمیتونه دکتر اشرف غنی را متهم کنه. ما قبول دارم که دکتر اشرف غنی نمیخواهد که نظام صدارتی شود، جدا نمیخواهد، قطعا نمیخواهد، ولی دکتر عبدالله با چوکات قانون مطابق با نمو صلاحیت هایی که داشت، مشروعیتی که برش دمو زمانش داده شده بود، این حق داشت. هیچگاه مردم افغانستان در برابرش استاد نمی شدن که چرا دکتر سیف عبدالله شما سر و صدا را برای انداخته که انتخابات برگزار شود، چرا دکتر سیف عبدالله شما نارامی مدنی را ایجاد کرده که اصلاحات در نظام بیاید، چرا شما دکتر سیف عبدالله خواهان لوی جرگه است رئیس جمهور نمی خواهد آرام باشه که خاطر از اونا آرام باشه؟ این گپا را مردم نمی گفت. برعکس از دکتر عبدالله عمل کرد. هر آنچه که رئیس جمهور خواست دکتر عبدالله توافق کرد. آل کره ملامت میکنه، خودم ملامت کنه که چرا در وقتی که برای انجام کار تخصیص داده شده بود زمانش، در او زمان برگزار نشد و در او زمانی خاموش بود. این جواب به مردم بده. ما این جواب میخواهیم که چرا در زمانش صدای تن نکشیدی، چرا وظیفه انجام داده نتانستی، 50% قدرت در کنارت بود، در مسائل حق ملت در کنارت بود، 100% بر حق بودی، چرا صدای تن نکشیدی؟ ای که شما گفتین که یک تکتیک انجام داده، این تکتیک هم تکتیک به جایی نیست. جمعیت اسلامی افغانستان امروز 50% قدرت به دست گرفته و به همکارای سیاسی خود تقسیم کرده. دکتر عبدالله جمعیتی رئیس اجرایه، وزیر خارجه صلاح الدین ربانی وزیر خارجه رهبر جمعیت، استادتا والی بلخ بعث سردبیر جمعیت و جناب احمد ضیا مسعود هم یک بخش کلانی را بعث معاون سیوم رئیس جمهور انجام میده. دیگه کلی از اینا اگر بیایم که بگوییم در حقیقت اینجا جمعیت هم ایراد داشته باشه، خود جمعیت هم در اینجا در کوتاهی دخیل است. تشکر. بنابراین سوال آخر بگوین که این اختلافات حل شدنی است؟ این اختلافات مشکلات خود داره. ببینین، پیشتر بارکزای صاحبم گفت که ما ملت واحد هستیم. ای کاش که ما ملت واحد باشیم. اگر ما ملت واحد باشیم، ملت واحد تصمیم میگیره، قوانین تغییر میخوره، ملت میشینه به خاطر خیر خود با هم برادروار، اقوام مختلف کنار هم میشینن، یک مورد یکی میگذره، یک مورد دیگری میگذره، یکی را یکی قبول میکنه. بیایم، دوست ما گفتن در رابطه با سرود ملی، سرود ملی را گفتن که ارزشش که کل ما محتوایش همگی میپذیریم، ولی ما دو تا زبان رسمی داریم. در کجای سرود ملی زبان فارسی جا داره؟ نداره جایی. ولی باید به خاطر از این که ما قانون تطبیق کنیم، نصف سرود ملی به زبان پشتو زبانم است، زبان فارسی زبانم است، باید ایره ما
به مردم افغانستان پیشکش میکردیم، در هر مورد اینمی توازن حفظ میکردیم. درست است اینجا وقتی که عدالت تامین شد ما تبدیل به ملت میشیم، تا زمانی که عدالت تامین نشه ما تبدیل. ببینین امروز در افغانستان رئیس نه تنها در سطح رهبری بلکه در ساختار اجتماعی هم وجود داره. این ساختار اجتماعی است که این رهبرا را از ساختار اجتماعی به اونجا میرسونه. بدون شک این چیزی است که واقعیت های صحنه اجتماعی ماست. تشکر آقای بارگزی. این اختلافات دو سال دیگه هم دوام خواهد کرد یا سه سال دیگه، آنچه که عمر حکومت وحدت ملی و باقی مانده، و اینکه پیامتون رو به جوانان و مردم افغانستان برسونین که چگونه باید عمل کنند در قبال حکومت؟ اول خو ما من حیث یک جوان و من حیث یک افغان، اراده ما و خواست ما از تمام جوانای افغانستان ای است که دنبال انتخاب نرنده، دنبال اولویت برند. فرق بین انتخاب و اولویت وجود داره. اولویت ارزش های اساسی از کشور است، سرزمین از کشور، سکتورهای امنیتی از کشور، منافع از کشور، تاریخ از کشور و استقلالیت سیاست داخلی و خارجی از کشور. ای اولویت های ما هستند و جوانان در صدد عزمی باشند که امی اولویت ها را از بحران باید بیرون بکنند با اساس دانش و علم روز، که امروز ما وابسته به تکنولوژی هستیم و در قرن 21 زندگی میکنیم و دیگه بحث ملکی و بحث بزرگی و بحث از این گپا دیگه منتفی است از بحث مدیریتی و تکنولوژیکی. که ما از این لحاظ مردم افغانستان ظرفیت در مردم افغانستان وجود داره که دو سال سه سال دیگه هم حکومت وحدت ملی رو بپذیرن؟ احتمال داره اگر با مو مؤسس و بنیانگذار حکومت وحدت ملی جانکیری اگر به قول ازو باشه که تعهدات و اهداف استراتژیک و درازمدت امریکا در جغرافی افغانستان در منطقه تامین شوه، احتمال داره که به درازا کشیده شوه. زیرا 1.5 میلیارد دلار به سکتور امنیتی ما میتن که روزانه 12 میلیون دلار تخصیص شده او میشن. احترام به قانون، احترام به مردم افغانستان، احترام به او تعهداتی که اینا من حیث بزرگا به ملت افغانستان دادن و انعطاف در مقابل یک دیگر و سهم فعال جوانان در داخل حکومت، این میتونه که این حکومت تا حدی را از بحران بیرون بکنه. و دوم جوانای ما در اخیر که شما پرسان کردین، جوانای ما 75% کمیت از این مملکت احراز میکنن و جوانای ما باید مسئولانه و من حیث وارثین برحق از این کشور تاریخی و با غیرت باید برخورد بکنه در مقابل ارزش های از این کشور تا نجات بده از جزیره های قدرت و کسایی که ملت به اختطاف میگیرن و معامله میکنن به سرنوشت از این مملکت. سپاسگزاری میکنیم از مهمانان عزیز و همچنان از شما بینندگان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.